من اعتقادم اینه که در این جور داستان ها که در حقیقت محتوا فرم و شکل میدن و باعث میشن که شکل از شکل حقیقی خودش بیفته، یعنی شکل بشه، شما با داستان سر و کار ندارید، با یک گزارش کوتاه و با یک مبنای ایدئولوژیک سر و کار دارید. من به اینا میگم داستان های ایدئولوژیک، داستان هایی که یک دست پشت آماده شده رو نمیشنده دیب میکنه و گزارش میکنه. خب این هدایت ضد مذهب بود، تا اینجا دونستیم ضد عرب بود، ضد یهود بود، ضد این داستان همه اینها رو به ما نشون میده. اولین فضایی که هدایت درست میکنه در طلب آموزش فضای کربلای. من میتونم قسم از دباس بخورم، بعید میدونم هدایت اصلا کربلا رو دیده باشه. حالا اونه که کاری ندارم، یعنی نویسنده میتونه خیلی کارها بکنه، واقعیت داستانی از چیزهای دیگه استفاده کنه، ولی این داستان فضایی که ساخته میشه، کل توصیفی که گرفتم همینه. ازدحام مهیبی برپا شد، عربهای پاشه برمالیده، صورت‌های احمق فینه به سر، قیافه‌های آب زیر کاه عمامه‌ای تسبیح می‌گردانند. زن‌های عرب با صورت‌های خال کوبیده چرک، چشم‌های واسوخته، حلقه از پره بینی‌شان گذرانده بودند. یکی این خیلی چنگ شد، یکی از آنها پستان سیاهش را تا نصفه در دهن بچه کثیفی که در بغلش بود فرو کرده بود. جودهای قبادراز از مسافران طلا و جواهر می‌خریدند. جلوی قهوه‌خانه‌ای عربی نشسته بود، انگشت در بینیش کرده بود و با انگشت دیگرش چرک انگشت‌های پایش را در می‌آورد. به صورتش از مگس پوشیده شده بود و شپش از سرش بالا می‌رفت. این لطفت این واقعیت نیست. هدایت فضای غیر رئالیستیکی رو تصویر میکنه تا ایدئولوژی خودشو به من و شما تزریق بکنه و به دیگران بفهمه. به تو این فضا جدا از اون که زشته این تصویرها رو میده، یقه جودار هم میگیره. اونجا که طلاق میفروشند و فلان میکنن، تو خود داستان که میریم همین عزیز آقا که میخواد به جادو جنبل بکنه میره سراغ مولای جهود، دیگه سراغ مولای مسلمان هم نمیره، چون اسلام به حد کافی زد هدایت در رشد داستان. حالا ببینید چقدر باسمه ای حرکت میکنه دیالوگ در به آموزش. عزیز آقا شرحش اینه که شوهرش یه هبوی براش بود، هبو هم بچه دار میشینم بچه نداشت، اولین بچه نوزاد و سوزن در ملاجش برو میکنه میکشه، ابو دوباره حامله میشه، دومین بچه نوزادم سوزن در ملاجش برو میکنه میکشه. این میتونست واقعا یه تاریخی داستانی داشته، میتونست از این واقعا یه داستان بسازه. من بعد سومین بچه رو که میخواد بره بکشه، بچه پشیمون میشه، میگه حالا کلک مادره رو چکار میکنم، یک سره میکنم، یعنی اصل فتنه رو برمیداره. میره پیش یک ملای جهودی دعا میگیره، میره هیچ خیری نداره، اون دعاها فاسد نیست، چیز پرش میکنه به میکش. حالا از آب وجدانی دوچار شده، شوهرش هم مرد، پولش برداشته، پول شوهره رو، و با ناپسریش، این پسری که زنده مونده، اومده در کربلا مجاور بشه. وقتی میرسه به صحنه کربلا، گریه زاری فریاد که خدا یا تو منو چکار کن، ببخش از گناهان من درست. این همراهانش، یعنی مشتی رمضان به اون خانم گلین، میان اینه میکشن که بابا چته، از چی داره توبه میکنه، از چی ناراحتی، به اون همه این سرگذشت ها رو میگه، میگه من اینا رو کشتم. حالا دقت کنید، همه ما به سرگذشت عزیز آقا گوش میدادن، بعد عشق در چشمش پر شد و گفت حالا نمیدانم خداوند از سر تقصیرم میگذرد یا نه. اینجا دیالوگ قطع میکنم، آنی هدایت باعث میشه دیالوگ میذاره مشتی رمضان هم میخواد حالا جنایتش اعتراف بکنه. به همین سادگی گزارش روزنامه، مشتی رمضان علی بلا فاصله پس از اون که سرگذشت او را شنیده بود، به خاکستر چبوکش را تکان داد و گفت خدا پدرت را بیاموزد، پس ما برای چه به اینجا آمدیم؟ 3 سال پیش من در راه خراسان سوچی بودم، به داستان شنیدم که 2 تا مسافر داشتم، یکی مرد، یکی دیگر را کشتم، پولش برداشتم و حالا آمدم برای تطهیر پور به کربلا.
امروز اون را بخشیدم به یکی از علما. 1000 تومانش را به من حلال کرد. 2 ساعت بیشتر طول نکشید. حالا این پول از شیر مادر به من حلال تر است. بدین ترتیب خانم گلین هم مقر می آید که شاهباجی خانم ناخواهریش بود. شوهرش عاشق او شد و او را حبو برد به سر شاهباجی. او هم شاهباجی را در راه کشت تا ارث پدریش را به او نرسد. زبان گزارشگونه داستان اونقدر سست و نارساست که هولاکی 2 حادثه هولناک، فرو کردن سوزن در مراج بچه ها، حادثه هایی که میتواند موضوع محوری یک داستان باشد، به سادگی گزارش های روزنامی گزارش میشه. قتل های دیگر هم به همچنین. وقتی عزیز آقا شرح جنایاتش را به پایان میبرد، مشهدی رمضان با بیان این جمله: پس ما برای چه اینجا آمده ایم؟ چنان شتاب زده به کلیشه‌ای و تصنعی پرده از جنایت خود برمی‌دارد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. خانم گلین هم به همچین. این داستانی رو که مثال زدم جد به نتیجه اخلاقی هم هدایت میگه در پایانش که هیچ ربطی به داستان نره و اون اینه که زبار، حالا استدلال همه اینا، استدلال توری که همه اینا که زبار از همون لحظه که نیت میکنه که بره به زیارت و گناهانش اگر به اندازه برگ درختان هم باشه پاک میشه و متحد میشه. این تأثیر رو گفتم در علوی خانم هم میتونه ببینید. علوی خانم به اعتقاد من میتونه هست، یعنی به عنوان یک سرمشقی در داستان نویسی فارسی هدایت قدرت خلاقش رو اونجا هم نشون داد به یک معنا که دفعه اول شاید تاکید میکنم من بیشتر از این ندیدم، البته به بعدش هم تا سالهای دیگه ندیدم، دفعه اول در ادبیات فارسی که کرکتر از طریق دیالوگ ساخته میشه، در حالی که همه جا کرکتر از طریق حادثه ها، کشمکش های دیگه، مسائل محوری داستان میپروندن، ولی در عربی خانم توصیف زائد کمتره و اونجا شما میبینید که تمام کرکتر در گفتگوها، همه داستان هم در گفتگوها جریان پیدا میکنه، ولی مضمون اون گفتگوها، مضمون اون دیالوگ باز زیر دست هدایت مسائلی پیدا میکنه، رنگ و بوی رو پیدا میکنه که میخواد ایدئولوژی هدایت رو به داستان تزریق. اما برگردم به شاهکار هدایت گفتگو. من معتقدم که در گفتگو هدایت به فرمی دست یافت، چون فرم میتوانست مبین تمام درون مایه های ایدئولوژی که ذهن هدایت باشد بی اون که به شعار دست پیدا بکنه، و به همین جهت اعتقاد دارم که در گفتگو این فرم هست که محتوا رو شکل میده، نه محتوا که فرم شکل. زبان استعاری گفتگو رو آذر نفیسی بهش انگشت نهاد. شاید او اول بار بود که این نکته رو مطرح کرد که گفتگو به جهت اینکه به ساختمان شعر نزدیکه و از زبان استعاری برخورداره، فضای داستان گسترش پیدا کرد و گستردگی پیدا کرد. و من به حرف آذر نفیسی یک نکته هم افزودم، اون این که خصلت ایهامگونهی که در شعر حافظ وجود داره، یا ایهامی که در زبان شعر فارسی جزء بار فرهنگ ایرانیه، به نوعی دیگر در داستان هدایت، در داستان گفتگو بجای شد. به این معنا ایهام در اینه که مثلا شما یک کلمه‌ای به شما بگن، شما از معنای نزدیک به معنای دور برید. اما کارکرد چنین ایهامی، میگم نوعی ایهام در گفتگو، اینه که شما را از یک حالت به یک حالت دیگه منتقل کنه. خنده و قهقهه یک پیرمرد ماجرای خنده و قهقهه یک نفر دیگر رو به ذهن شما میاره. حالت یک اسب حالت یک جریان دیگه رو به ذهن شما میاره. از طریق این همانی ها به این فضای بهمالود ایهامی هدایت به یک زبان سمبولیکی دست پیدا میکنه که زبان منظور من اینه که سعدی میگه که
منطق، منطق زبان بود. پدری پسری رو زد، پسر گفت گناه هم من. درست نیستی که من به شما بگم من امشب مثلا ساعت 10 شب میام بخونه شما، این شبی که به کار میبرم شما میدونید که معناش با روز فرق داره و میدونید سر ساعت 10 هم میام، منطق زبان اینه. اما وقتی نیما میگه به کجای این شب تیره بیاویزم قبای جنده خود را، یا حافظ میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، این شب دیگه منطق زبان روزمره درش نیست، گسترش پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه و شما میتونید معانی متعددی رو ازش استفاده. این خاصیت هنره، یعنی منطق هنر با منطق زبان روزمره متفاوته. در بوهکور همه عناصر ناسیونالیسم هدایت وجود داره، تمام عناصر ناسیونالیسم هدایت رو یکی یکی من اینجا درخواهم آورد که شما خواهید دید وجود داره. اما چون زبان استاری به سمبولیک پیدا کرد و چون واقعیت ساخت داستانی پیدا کرد، دیگه شعار نیست، دیگه هنر. برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه، آذر نفیسی باز یک حرفی زده بود که من با او موافق بودم و این تذکرم میدم که خدای نکرده سوی تعبیر پیش نیاد. اصلا هنر خاصیتش تأثیر پذیریشه، شما با هنر سر کار داشته باشید. مقاله که نیست که آقا یه مطلب بگه بگه. و اگه هر کسی بخواد بیاد یک مفهوم و یا یک درون مایه رو بگه بوفکور همین است و غیر از این نیست، این اصلا با خاصیت هنر به منطق هنر ضدیت کرده. شما تو در بوفکور مسائل روانی به جنسی هدایت رو میتونید ببینید، دیدگاه های هدایت در مورد زن، در مورد دین میتونید ببینید، مسائل سیاسی جامعه ایرانی رو میتونید ببینید. به یک نحوی بوفکور میتونه یک رمان سیاسی ترقی بشه. تعلقات بوفکور هدایت رو به بودیزم و فرهنگ هند میتونید ببینید و اون چی رو که من هم میگم میتونید ببینید، فقط با این تفاوت که من اعتقاد دارم بوفکور بر اساس نگرش ناسیونالیستی هدایت میشه. و اون قدرت گسترش رو یک مثال میزنم برای اینکه مسئله برای ما روشن‌تر بشه. در بوفکور وقتی در روایت دوم راجع به شهر وی توصیف میشه، از قصابی بحث میکنه که هر روز دو تا لاشه گوسفند اونجا چکار میکنه به مسرح برسه و قطرات و خون ازش میرسه. هر دفعه هدایت توصیف کرد، زشترین توصیف رو از این قصابی میده، برای اینکه هدایت ضد گوشخاری گیاهخواره. خب ولی در بوفکور هیچ جا نمیگه که گیاهخواری خوبه یا نمیگه که گوشتخواری بده، تصریح نمیکنه، تصویر میکنه. در حالی که پشت همون تصویر که من ازش به عنوان تکست یاد میکنم، یک ساب تکستی هم وجود داره، متن ننوشته هم وجود داره که اون متن ننوشته در واقع فواید گیاهخواری هدایت. یعنی شما جوهر و اساره به اصطلاح فواید گیاهخواری رو میتونید در اون تصویری که هدایت از قصابی شهر وی ارائه میده ببینید و بهش نگاه. به همین دلیل اگر دقت بکنید یک متنی در هدایت ما داریم به اسم تکست، به یک چیزی در پس این متن هست، یک متن نانوشته ای هست که من امشب بخوام اون متن نانوشته رو بکنم